بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه جور و صحتمند باشید. صحتمندی شما را از خداوند متعال خواهانم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه با درس جدید آغاز کنیم، از درس گذشته یادآور میشم. درس گذشته ما شما خلاصه فصل بود و همچنان حل تمرین فصل چهارم بود که ما شما در روز گذشته او را مطالعه کردیم. خدا کند که با حل نمودن تمرین مشکلات شما حل شده باشه. و حالا درس امروز خود آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس آغاز کنیم، برای شما یادآور میشم که با خود کتاب، کتابچه و قلم داشته باشید، به خاطر که بعض نکات مهمی که اینجا یادآور میشیم شما او را با خود یادداشت کنید. خب درس امروز ما یعنی صنف هشتم، مضمون کیمیا، موضوع اکسیژن به حیث ماده تحمس کننده و اهمیت حیاتی اکسیژن است. خب شاگردان عزیز، هدف از این درس چی است؟ هدف از این درس باید شما بدانین که اکسیژن خاصیت اکسید کنندگی را دارا است. اکسیژن خاصیت اکسید کنندگی را دارا است. خب در قسمت از این اکسیدها که اکسیژن خاصیت اکسید کنندگی داره، ما شما در فصل چهارم در مبحث تعاملات کیمیاوی یعنی مطالعه کردیم که اکسیژن با فلزات و غیر فلزات تعامل کرده و به نام اکسیدها مرکبات را می سازد. طور مثال ما شما در درس گذشته یعنی تعامل مگنیزیم را با اکسیژن مطالعه کردیم که در اثر تعامل اکسیژن و مگنیزیم چی حاصل شده بود؟ مگنیزیم اکساید حاصل شده بود. و همچنان چونه آب نارسیده که در امور ساختمانی و صنعت یعنی مورد استعمال زیاد داره، که اینمی چونه آب نارسیده که است، این هم یک اکساید است، یعنی اکساید فلز است که خودش چی است؟ کلسیم اکساید است. چی است؟ کلسیم اکساید. اینمی چونه آب نارسیده خودش چیست؟ کلسیم اکساید است که اینو ما شما در درس های گذشته مطالعه کردیم. و دیگه ما شما گفتیم که اگر آهن یعنی در هوای آزاد که مرطوب باشه، یعنی همراه اکسیژن تعامل میکنه که در نتیجه اکساید آهن تشکیل میده. کدام اکساید؟ اکساید آهن که ما شما او را به نام زنگ میشناسیم، میگیم که آهن زنگ زده. پس اونمو زنگ یا اکساید آهن که از کدام نوع اکساید است؟ یکی اکساید فیرس اکساید است و دیگه اکساید فیریک اکساید است. یعنی اینی اکساید است که باعث زنگ زدن آهن میشه. و همچنان ما شما دیگه اکسایدی که اکساید غیر فلز است، مثال کاربون دای اکساید. کاربون دای اکساید همچنان یک نوع اکسایدی است که از سوختن مواد و همچنان از عملیه تنفس چی میشه؟ به میان میاد. این اکسایدهایی است که ما شما در درس گذاشته ما شما ای را مطالعه کردیم. و همچنان ما فهمیدیم که اکسیژن یک عنصر مهم است که در ترکیب یعنی عناصر رول مهم دارد. همچنان ما شما در قسمت از این میگیم که یعنی اکسیژن
گفتیم که به حیث ماده تحمس کننده اینمی تحمس ما شما هم تحمس میگیم و هم چی میگیم؟ اکسیده گفته میتونیم. ما اگر بگویم اکسیده و اگر بگویم تحمس یعنی درست است اشتباه نیست. پس ما میگیم که اکسیده، پس میگیم که اینمی اکسیژن با امرای فلز چی ساخت؟ یک اکساید ساخت و امرای آهن همچنان. پس اینال ما میگیم که اینمی اکسیژن که با فلزات و غیر فلزات یعنی تعامل میکنه و در نتیجه چی را میسازه؟ اکسایدها را میسازه. در حقیقت یعنی فلزات و غیر فلزات چی میسازه؟ اکسیده میسازه یا تحمض میکنه، که ما شما گفتیم که اکسیژن خاصیت چی را داره؟ خاصیت یعنی تحمض کننده را داره، یعنی به حیث ماده تحمض کننده چی میکنه؟ وظیفه انجام میده. در حقیقت اکسیژن چی کرده؟ فلزات تحمض ساخته، یعنی اکسیده کرده. اکساید فلزی، اکساید فلزی را ما شما گفته میتونیم که مثال سودیم اکساید، مگنیزیم اکساید، کلسیم اکساید و دیگه لیتیم اکساید، پوتاشیم اکساید. اینیا همه چی هستن؟ یا اکسایدهای فلزی است. یعنی وقتی که اکسیژن با فلزات تعامل کنه، یعنی به نام اکسایدهای فلزی مرکبات می سازن و همچنان امرای غیر فلزات تعامل کرده اکسایدهای غیر فلزی را چی میکنه؟ میسازه. طور مثال نایتروژن دای اکساید، کربن دای اکساید، کربن سلفر دای اکساید، سلفر ترای اکساید. اینا به صورت عموم چی هستن؟ یا اکسایدهای غیر فلزی هستن. یعنی وقتی که غیر فلزات با اکسیژن تعامل کنه چی را میسازه؟ اکسایدهای غیر فلزی را میسازه. پس ما شما میگیم که یعنی اکسیژن یعنی وسیله اساسی تحمض و احتراق، یعنی عملیه تحمض یا احتراق مواد، یعنی وسیله اساسی تحمض یا احتراق مواد در طبیعت است. پس گفتیم که اکسیژن وسیله اساسی تحمض یا احتراق مواد در طبیعت است. خب این بود مثال چی است؟ اکسیژن تعاملش همراه فلزات و غیر فلزات. دیگه اهمیت حیاتی اکسیژن. خب شاگردان عزیز، اکسیژن گفتیم که یک ماده مهم حیاتی است که تمام موجودات زنده، یعنی بدون اکسیژن زنده مانده نمیتواند. اگر حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند، به صورت عموم تمامش چی است؟ با اکسیژن ضرورت دارد. و همچنان نباتات، یعنی اگر نباتاتی که در خشک زندگی میکنه، چرا که نباتات هم از جمله موجودات زنده است، و اگر نباتات در خشک زندگی میکنه و نباتاتی که در آب و ابهار که زندگی میکنه، به صورت عموم با اکسیژن ضرورت دارد. خب مگر طرز گرفتن اکسیژنشون ازم چی داره؟ ازم متفاوت است، یعنی فرق داره. مثال انسان هاست و حیوانات است که توسط ششهای خود اکسیژن میگیره و کربن دای اکساید آزاد میکنه، یعنی اکسیژن داخل دوران خون شده و در اوج
مواد غذایی تحمض میشه، در نتیجه کربن دی اکساید تولید شده و بالاخره از بدن پس دوباره خارج میشه. و حیواناتی که در آب زندگی میکنه، یعنی اکسیژن مورد ضرورت خود، از چی میگیره؟ از اکسیژن منحل آب میگیره. یعنی از اکسیژن منحل آب، از اکسیژن منحل آب استفاده میکنه. و نباتات چه رقم اکسیژن میگیره؟ نباتات که از، یعنی با مثل حیوانات و انسانها، یعنی تنفسشان نیست بلکه فرق داره. نباتات از طرف روز که آفتاب است، به خاطر عملیه فتوسنتز، یعنی ترکیب ضیایی، از طرف روز اکسیژن میگیره، کربن دی اکساید میبخشند، کربن دی اکساید میگیره و اکسیژن چی میکنه؟ اکسیژن تولید میکنه. از طرف روز که چی است؟ آفتاب وجود داره. و برعکس از طرف شب چی میکنه؟ اکسیژن میگیره و کربن دی اکساید آزاد میکنه. از طرف شب که آفتاب نیست، نباتات چی میکنه؟ نباتات اکسیژن میگیره و کربن دی اکساید آزاد میکنه. یعنی انسان ها هم از طرف روز و هم از طرف شب اکسیژن میگیره و کربن دی اکساید آزاد میکنه، مگر نباتات باز از طرف روز کربن دی اکساید میگیره و از طرف شب که آفتاب نیست چی میگیرن؟ اکسیژن میگیرن. خب ما میگیم که اکسیژن که است، یعنی در طبیعت گفتیم که وجود داره، که یک بر پنج حصه هوای اتمسفیر چی تشکیل میده؟ اکسیژن تشکیل میده. یعنی یک بر پنجم حصه هوای اتمسفیر چی تشکیل داده؟ اکسیژن تشکیل داده. خب شاگردان عزیز، ما شما در قسمت تحمض اکسیژن، یعنی گفتیم که اکسیژن به حیث ماده تماس کننده و اهمیت اکسیژن است، ما شما گفتیم که اکسیژن یک عنصر اساسی و مهم است، که وسیله همی اکسیژن وسیله اساسی تحمض یا احتراق مواد هستند، یعنی به شمار می روند. و گفتیم که اکسیژن با فلزات و غیر فلزات تعامل کرده، به نام اکسایدهای فلزی و اکسایدهای غیر فلزی مرکبات چی میکنه؟ میسازه، که اکسایدهای فلزی و اکسایدهای غیر فلزی است. و همچنان ما شما گفتیم که اهمیت حیاتی اکسیژن، یعنی اکسیژن در زندگی روزمره یعنی رول مهم داره و تمام موجودات زنده یعنی با اکسیژن ضرورت داره، بدون اکسیژن هیچ موجودات حیه زنده مانده نمیتونه. پس گفتیم که حیواناتی که در خشکی زندگی میکنه، یعنی یک رقم تنفس میکنه اکسیژن میگیره، و او حیواناتی که در آب و بهار زندگی میکنه طرز گرفتن اکسیژنشان فرق داره، و نباتات همچنان یعنی طرز گرفتن اکسیژنشان فرق داره. یعنی حیواناتی که انسان ها و حیواناتی که در خشکی زندگی میکنن، یعنی به صورت عموم اکسیژن میگیرن و کربن دی اکساید خارج میکنن، توسط شش ها تنفس میکنن، یعنی توسط شش ها اکسیژن گرفته و کربن دی اکساید خارج میکنن. و حیوانات و نباتاتی که در آب و بهار زندگی میکنن، او برانشی دارن. حیواناتی که در بهار زندگی میکنن توسط برانشی های خود، یعنی چی میکنن؟ از اکسیژن منحل آب استفاده میکنن. و نباتات ها گفتیم که باز طرز تنفسشان فرق داره، که از طرف روز کربن دی اکساید میگیرن و اکسیژن آزاد میکنه، که در عملیه تنفس رول مهم داره کربن دی اکساید، و از طرف شب اکسیژن میگیرن و کربن دی اکساید آزاد میکنن. یعنی از طرف روز کربن دی اکساید میگیره و از طرف شب چی میکنه؟ اکسیژن میگیره. خب شاگردان عزیز، یک کار خانگی را براتان میتیم.
و او را یادداشت کنید و او را باز در کتابچه خود حل کنید. در معادلات زیل عناصر اکسیده کننده در معادلات زیل عناصر اکسیده کننده را مشخص نمایید. پتاسیم همراه کلورین پتاسیم کلوراید می سازد، مگنیزیم همراه اکسیژن مگنیزیم اکساید می سازن. پس در اینی معادله شما چرا عناصر اکسید کننده را شما چی میکنید؟ مشخص میکنید که کدام عنصر اکسید کننده است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. تشکر از توجهتان. خدا حافظ.